سلام رفقا، حالتون چطوره؟ امروز براتون یه سورپرایز باحال دارم. مصطفی میری در کنار منه. سلام علیکم، جور بخیر. و اینجا قسمت ششم فکر میکنم از برنامه بیوشوه. میشه موهاتو ببندید؟ نه موهام این بغلاشو نرفتم مارشکا بزنم. خوبه یه دو ماهی از سخت نکردم مارشکا. آره، اومدم که یه سری سوال ازش بپرسم، یه سری چیزایی که مردم شاید ندونن، بچه‌هایی که حالا مصطفی رو دنبال میکنن، و اینکه حرفی سخنی مصطفی جان با بینندگان. سلام عرض میکنم خدمت هر کسی که ما رو میبینه، هر نفس کشی فارسی زبان، فرق نمیکنه ایرانی، افغانستانی و کسایی که مخاطب سیاوشان هستن. و تشکری میکنم از خودت که این اینا که میدیدی رو میبینن مخاطب تو هن. بالاخره از طریق شما من دارم نه. تو چشاشون میرم، تو گوشاشون میرم. نکنی اینجوری چوبکاری میفرمایید. همون که ایشون گفت. بله، در خدمتم بنده. قربونت برم. خب مصطفی، یه بیوگرافی کامل از خودت به ما بده، بچه ها بشناسند. مصطفی میری، متولد 15/7/1370 توی افغانستان، بزرگ شده ایران و تا تصمیم کبرا خوندم. تا تصمیم کبرا. مصطفی میری فامیلیته؟ بله. لقب چرا نذاشتی؟ اونایی که گذاشتن چه گلی به سر خودشون یا رپ دری زدن که من بودم. این قشنگ. چند سال فعالیت میکنی تو رپ؟ به صورت حرفه‌ای شاید 8-9 سال بشه، ولی خب در کل 15 سال 14 سال 15 16 سال میشه. دقیق آمار دستم نیست. خیلی عالیه، 15 سال خیلی خوبه دیگه با اون یه موقعی که مثلا اوایل عشق رپی، و اگه بخوای مثلا با زمانی که کارو شروع میکنی بخوای حساب کنی، آره 15 سال. ولی دوران حرفه‌ایت 8-9 سال. از کارهای آیندت بهمون بگو. برنامه، آلبوم. آلبوم هست بیشتر بعد این آلبومی که مثلا میگم، یه دونه این آلبوم اصلی، بعد آلبوم آقا که قراره پخشه دیگه، بعدش کلا سینگل ترک میدم. و آلبوم انگیزه رو از آدم میگیره، آلبوم آدمو سرد میکنه و سعی میکنم کلا موزیک ویدیو بدم بعدش دیگه. به سلامتی، ماشاءالله ماشاءالله. بح بح بح. از همکاری ها و اینا بگو برامون. همکاری دیگه ببینیم چی پیش میاد، یعنی پلن خاص واسه همکاری با هیچ نفس کشی ندارم در حال حاضر، چون نمیبینم در حدم کسی. آقا این حرف هم نیست. خب هر کی من هستم، بچه های کار درست تو رپ دارید زیادن واقعا، و تو همین آلبوم اصلی مثلا از هر کدومشون که به نظرم تایید ترن درخواست همکاری کردم و حضور دارن. انشالله وقتی آلبوم پخش شد در جریان قرار میگیرید. بچه ها منتظر کار خفن مصطفی باشید. اول از همه بذار اینو بپرسم که سرک رکورد با اسبانیش کی بوده؟ سرک رکورد ایدهش مال سیال بود و اعلام موجودیتش هم با من و خود سیال بود. با دو نفر شروع شد و لیام اضافه شد، ساحر اضافه شد و طول راه سینجیم اضافه شد، آهنگساز، که سینجیم بنا به دلایلی از سرک خط خورد و همینطور لیام. در حال حاضر سرک ازاش، منم، ساحر، سیال، اینایت، یا همون اینایت. و سرک وقتی که شکل گرفت لیبل ها زیاد بودن، ولی خب سرک چیز دیگه است. حالا من اسم هیچ بقالی نمیگم اصلا، تو نه خدا وکیلی آدم من به چشم یک آدم بیطرف، خب وقتی از بیرون گود نگاه کردم کارا رو که گوش کنی اصلا خودت متوجه میشی که حالا چربی کدوم بیشتره. آره، چی میگم؟ این کاره باشی متوجه میشه. آره. روش تالنت گرفتن سرک رکورد چجوریه؟ یعنی یکی آقا احساس میکنه کارش خوبه، چجوری میتونه متصل بشه یا مثلا نمونه کار بده بهتون؟ از همه سوشال مدیا، از همه جا ما در دسترسیم. شبکه‌های مجازی که میشه توش چت کرد یا پیام داد، مثلا من از حتی از طریق کامنت یوتیوب هم من مرتبط شدم با یکی از همین عزیزانی که میخواستن ارتباط بگیرم با بنده، و همون زیر کامنت یوتیوبش آیدی اینستاگرام هم گذاشتم. و اینستاگرام من دم دسترین اینستاگرام یکی فکر کنم همه میتونن با یک کلیک برن توش و نه بسته است نه بعضی وقتا دست چیزه، دست منیجره، و اکثرا دست خودم، بعضی وقتا دست منیجره. یه اتفاقی میفته که من مثلا وقت نمیتونم بکنم رسیدگی کنم، و همین از طریق اینستاگرام بنده همیشه در خدمت و آنلاینم. مصطفی با کدوم آهنگ بیشتر شناختنت مردم؟ با ببین مثلا شناختی که با یه آهنگ بخواد به وجود بیاد به نظر من شناخت درستی نیست. آره اینو خودم قبول دارم. یه سلسله مراتبی داره دیگه. سیر تکاملش با همه موزیکا میشه گفت. نمیشه مثلا با یه دونه موزیک همچین چیزی رو مثلا نماد داد یا نشون داد.
ولی خب به نظر خودم بهترین کاری که تا حالا از من پخش شده موزیک The End و رد مغزه که رد مغز دومی موزیک رسمی من بود. The End هم نمیدونم چندمیش بود دیگه، آمار زیاد شده دستم در رفت. مخاطب رپ دری کسی هست تو رو نشناسه آیا؟ آره زیاده، چون اگه توجه کرده باشید کارات مثلا یه جوری پیچیده است، تکنیکات توش مثلا فشرده انجام میشه و شکل میگیره، به خاطر همون مخاطبایی هستن که اصلا زحمت نمیدن به خودشون که برن موشکافی کنن و پیگیری کنن که اینجا مثلا این تیکه یه تیکه فست مثلا توی موزیک باشه، به اون رسما میگن چرت و پرت. آره. علت کم بودن مخاطب رپ دری رو میدونی؟ میتونی توضیح بدی چرا؟ بله بله میدونم. من توی از سال 57 تا حالا جمعیت ایران چقدر بوده و چقدر شده الان؟ نصف بوده، 30 بوده، الان شده 80. افغانستان همون موقع 30 و چند میلیون بوده، الان هم 30 و چند میلیونه. یعنی هر چقدر به دنیا اومده همون قدم مرده. امنیتی نبوده که توش بخواد مثلا به رفاهی، به چجوری بهت بگم، به نقطه برسن که همه مثلا یه چیز توی جامعه بخواد مثلا وقتی فراگیرشه ترنچه و بتونیم خوب ویو بگیریم از همزبونای خودمون. اول از همه الان توی ایران یه رپر رپ فارس وقتی یه کار بمبی میده توی ایران، حداقل کار اینه که 80 میلیون یه جا جمعن و از این 80 میلیون حداقل 50 میلیونش جوون مونن و به روزن آپدیتم. ولی خب توی افغانستان متاسفانه اولا امنیت نیست و من مثلا وقتی امنیت نباشه هیچ سرمایه گذاری اونجا انجام نمیشه و هیچ پیشرفتی صورت نمیگیره و همه درجا میزنن و سیاست هایی که حاکم بوده توی افغانستان جوری بوده که قومیتی و ملایی و نمیدونم ریسفیدی اونجور چیزا بوده و عقاید اینا هم جوریه که الان توی افغانستان داره اعمال میشه و دختر نباید مدرسه بره، پسر نباید اینجوری بکنه اونجوری بکنه. هنوزم که هنوزه سر روز خاری گیرت میارن، شلاقت میزنن، سنگسارت میکنن. فکر کن با این مثلا رویه تو انتظار داری مثلا کسی از رپ بیاد حرف بزنه؟ من حق میدم به هموطنانم توی افغانستان که بیخیال مثلا همچین داستانایی بشن و بچسبن به زندگیشون. طبیعتا آره، چون دغدغه ها بیشتر سر زندگیه. بله زندگی فرصتی نمیمونه بخوای به رپ بپردازی. اما از دید شخصی خودم احساس میکنم که تو این 3-4 سال گذشته خیلی رپ دری پیشرفت کرده، قبول داری؟ به خاطر این بوده که الان یه خورده تایما باز شده، مغزا باز شده و دسترسی ها بیشتر از قبل شده. الان اگه دقت کنی اکثر مخاطبای رپ دری توی اروپا هن. داره. توی آمریکا هن، استرالیا هن. یه درصدشون هم تو ایرانن و درصد کمیشون هم تو خود افغانستانن. ما بخوایم الان اجتماعی بخونم، من میخوام یه اجتماعی بخونم، اجتماعی که من میخونم واسه اونایی که تو اروپا هم غیر قابل درکن، مگر اینکه توی ایران یه مدت رو گذرونده باشم. ولی خب اجتماعی که توی افغانستان خونده میشه واسه یه اجتماعی دیگه که توی اروپا یا آمریکا یا ایران هست غیر قابل درکه و ما نمیتونیم مثلا همه این اجتماعاتی که تیکه تیکه شده و پخش شده رو همه رو با هم راضی نگه داریم و راضی کنیم و متقاعد کنیم با یه حرف. به خاطر همونه که چند دسته ای شده و هر کی داره ساز خودشو میزنه، هر کی داره راه خودشو میره و هیچ اتحادی نه اینکه مثلا شما بر بخوری با یه گروه دیگه، که من الان با مثلا این همه موزیکی که دادم، این همه زحمتی کشیدم، حالا هیچی هم نیست، منت نیست، وظیفه بوده همشون، بیام با یکی که مثلا دیروز ساز اومده تو یه موزیک یا یه ترک یا یه مثلا آلبوم باشم. اگه باشم یه حقوقی هست که باید اینجا مثلا رعایت شه، وگرنه که هیچ دیگه کل عمرتو مسجد کار کردی. اینی که گفتی کاملا اصلا یه چیز استاندارده، میدونی اصلا این نیستش که آقا مثلا میگی من وظیفه بوده اینا. آره. ببین شما نسبت زحمتی که کشیدی خب داری یک هنری رو ارائه میدی، وقتی یک نفر میخواد با همکاری بکنه تو کل دنیا همینه، یک مبلغی، یک هزینه، یک بهایی رو باید بپردازه که با تو همکاری بکنه. میدونی چی میگم؟ یه عده‌ای هستن میفهمن، متوجه میشن، اینو درک میکنن، دمشون گرم، ولی یه عده‌ای هستن میان یه چیزی بهت میگن تو قبول نکنی، میگه یعنی بلافاصله فوش میکشه بهت، میگه آره خودتو میگیری فلان. من اینو درک نمیکنم. رو حساب به نظرم علمشو نداشتنه. میدونی چی همون میگم؟ منم این همه حرفا رو زدم به خاطری که به همین نقطه برسم. یه سری ها هستن علمشو ندارن، پس ما نمیتونیم وقتی که یه چیزی که فرهنگ سازی نشده تو ذهن یکی اونو بخوایم القا کنیم بهش، تحمیل کنیم بهش که اینو بفهم، تو این حرفی که من میگم واسه اولین بار تو عمرت چنیدی و بفهم. من نمیتونم همچین انتظار داشته باشم. به مرور چرا؟ به مرور من کسایی بوده، مخاطبم کسایی بوده که مصطفی فیت پولی دادی تا الان؟ وایسا جواب نده این لحظه. اسم نمیخواد ببری، اگه دادی هم حالا نیازی نیست بگی مثلا با فلان هست. چرا وقتی یه کاری کردم نمیتونم منکرشم که درست.
من فیت پولی زیاد دادم ولی خب اکثرشون نیومده هنوز، یکیشون اومد فقط پخش شده، اونم کار دنیای منه مثلا با محمود لش فکر کنم، آره که پولشو گرفتم و بازم فیت پولی دارم که پولشو گرفتم. ولی بعد یه نکته ای رو من عرض کنم خدمتتون که یه دیمیان ازم تکست میخوام. من بارها این اتفاق واسم تکرار شده که تکست اومدن خریدن پولشو پرداخت کردن، چند روز بعد برگردوندن میگفتن ما نمیتونیم اینو اجرا کنیم. میدونی اون ساده نویسی باشه اگر اوکی یارو میخونه، من نمیتونم لول پایین بنویسم. خودت داری آفرین، باید چه رو یکی بخره که خب توان خوندنشو داشته باشه. باورت میشه اکسپارت 4 مال مشتری بود تکسش؟ باید خوندی؟ آره ندونست بخونه دیگه. خیلی کار خوبی هم، من ریاکشنشو رفتم. این به این نشونیه که من وقتی میخوام تکس واسه فروش بنویسم هیچ فرقی بین تکسی که واسه خودم آره. میخوام بنویسم نداره. حق فیت مصطفی میری چقدره؟ در حال حاضر بارها تکرار شده که مثلا اتفاق واسم تکرار شده که توی ایران یکی اومده ازم درخواست فیت کرد، من منصرفش کردم گفتم داداش بی خیال، هم من ضرر میکنم هم شما مثلا ضرر میکنی، یه چیزی نمیشه که مثلا بخوایم جفتمون سود کنیم. اگرم مثلا درخواست فیت شده و قبول کردم، بچه‌ای بودن که توی اروپا بودن دستشون باز بوده و باشون تی کردم، داداش من ببین بابت این مبلغی که به من میدی اگه خودت فردا روز به مشکل بخوری من اصلا راضی نیستم این مبلغ ازت بگیرم و باید فیت بدم، شاید همکاری کنسل کنم. و در حال حاضر 2000 یورو و در حال حاضر تا یه ماه دیگه دو ماه دیگه شاید بشه 5000 یورو. خیلی خب. بعد حالا مثلا یارو اومد گفتش آقا مثلا من 10000 یورو بهت میدم، هر کی باشه باش میخونی؟ یعنی اصلا هیچ فرق نمیکنه. من گفتم اومدیم و آخه منظورم اینه که یارو حتی ممکنه ریتمو ندونه، مثلا چیزی که میخواد بخونه یه چیز پرتای، یعنی خب یه توی چیز... کار ضعف اون ناچیزی اون بیشتر به چشم میاد تا مثلا همکاری ناقص من. خب مثلا مخاطبت نمیگه که اه ببین مصطفی چی خونده. خب مخاطب اون پولا رو به من بده، من نمیخونم باش. منطقی بود، منطقی بود والله. واسه امرار معاش باید درآمد داشت، منطقی بود. خب بگذاریم از این بحثا. توی کامنت ها کارهای تو رو من ریاکشن میکردم، من قبل از اینکه مصطفی رو بشناسم آهنگاشو داشتم توی یوتیوب ریاکشن میکردم که تو کامنت ها از بچه ها خواستم گفتم آقا اگه موزیک ویدیویی از مصطفی هست به من بگید که من ریاکشن کنم. بعد تو کامنت ها گفتم آقا مصطفی چون توی ایران بوده موزیک ویدیو نداده. بعد الان میخوام ازت بپرسم که چرا موزیک ویدیو نمیدی یا نمیدادی؟ دلایل بسیار زیاده و عمده ترینش هزینه است. ماشاءالله دقت کردی تو ایران دیگه امروز یه چیزی رو بخوای مثلا انجام بده یا چیزی رو بخوای بخری نخری، فردا بخوای بخری باید دو برابر پول بدی. دقیقاً اینطوری. فردا نخری پس فردا بخوای بخری باید سه برابر پول بدی. من یه چیزی مثلا کارگاه داشتم، کارگاه تولید کیف، بازار یه جوری مثلا ثبات از بازار رفته بود که صبح میرفتی اجناس یه قیمت بود، ظهر میرفتی یه قیمت دیگه بود، بعد از ظهر میرفتی یه قیمت دیگه. یعنی به اون حدم رسیده بود کل ایران. یه مدتی بود گوجه فرنگی رو احتکار میکردن. آره. خب فکر کن مثلا از اون توی اون اوضاع انتظار موزیک ویدیو از یه آرتیستی مثل من با این شرایط میشه داشت. و دم اونایی گرم که پیگیر بودم و اینا این سوالو مطرح میکردم و دنبالش بودن که مثلا من دلیلشو بگم. و واقعا اگه من داشته باشم و مثلا توانایی جمع کردن موزیک ویدیو و پخش کردن موزیک ویدیو رو داشته باشم، منم عقل دارم، منم میتونم اینو بفهمم که ویدیو خیلی به قول خدا داد از اینکه فیلبکش بالاتر از فیلبک صوتیه، ولی خب شرایطش نیست. یه داستانی یادم اومد میگه که خیلی قدیما بوده، شتر میاد، شتر فروشی توی روستا، میگه دونه چند دونه 40 تومن مثلا. پسره میگه بابا پول بده بریم یه دونه شتر بخریم میریم اونور مثلا پاره نشیم. بابای میگه پسرم گرونه. میگه 40 تومن همش 40 تک. میگه نه گرونه. میگذره 5-6 سال 10 سال بعد شتر میاد دونه 500 تومان مثلا، از 40 تومان شده 500 تومان. پدره به بچهش میگه پسرم برو یه 10 تا دونه این شتر را بخر واسه خودت. میگه بابا اون موقعی که 40 تومان بود ندادی. میگه پسرم اون موقعی که 40 تومان بود نبود، پول پیشم نبود، یعنی الان که دونه 500 تومانه من پول 10 تاشو دارم، بیا برو 10 تا بخر. مطمئن باشیم بالاخره روزی میرسه که شتر دونه 500 تومان باشه. آقا بعد از این موزیک ویدیو چی؟ بعد از این موزیک ویدیو دیگه بگم دست منو سیبیل خودته دیگه یزید. نه نکردم آقا. موزیک ویدیو بعد از این مصطفی قول میده آره که یعنی
هر ترکی که میدی یا نه؟ نه خب همشو نمیشه قول داد چون بعضی ترک ها ماهی چند تا ترک میدی تو؟ ماهانه ترک میدی اصلا؟ میانگین نداره، ولی خب من توی همین آلبوم شاهرگ قبل اینکه مثلا داستان افغانستان بخواد بگابره من هر دو هفته یه ترک میدادم، یعنی ماهی دو تا ترک، ولی خب اگه بخوای ویدیو حساب کنی هر دو ماه یه ترک هم باشه خوبه. هر دو ماه یه موزیک ویدیو آقا اوکیه؟ اوکیه. پس اوکیه. آقا هر دو ماه یه موزیک ویدیو این گل داد. بعد آلبوم البته. بعد آلبوم. کلاً چون با سیال قراری گذاشتیم که راجع به یه سری چیزا دیگه حرف نزنیم کلاً. آقا این ویدیو قبل صحبتش با سیال ضبط شده. خب میخوام از این حاشیه هایی که اتفاق افتاده بود و اینا واسمون یکم شفاف سازی بکنی. شما دست بذار روش من میگم چی به چی بود. رو قضیه رو اون شخص رو بگم نیه. هر حاشیه که تو آقای افراز رو میخوام واسمون توصیف بکنید چرا این مشکل داره. بالاخره ما بالاخره به هنرمندا احترام میذاریم. احترام میذاریم من خصوصا اگه بخواد یه بانویی باشه مثل ایشون. بله. خب بگذاریم آقا. بله. شما افراز چه هیزامی تری به تو فروخته که تو اینجوری میکنی؟ چرا میزنیش آقا؟ بچه زدن نداره برادر. شما اینو از اون بپرس اگه میشه. ببین چه هیزامی تری من بهش فروش کردم که فروش کرد خب اینجوری شده و من بجز خوبی و بجز دستگیری دستشو بگیرم بجز مثلا کار رو اندازی که کارشو رو بندازم چه کاری کردم واسش که مثلا همچین داستانی بلند شده کلن. فکر کن من مصطفی میری هم یک دیوسی میاد به مصطفی میری یکی رو معرفی میکنه و مصطفی میری میره دست اونو میگیره میگه تو صدات خوبه صدات خوبه بیا باید یه کار میبندم همینجوری عشقی کارو میبنده و فردای روزی که کار پخش میشه شبش قرار بوده که مثلا شب من ساحر کبیر حسینی که تو استدیوش کارو ضبط کردیم اونجا شاهد بودن که شب این بشر گفت که آقا فردا من سر کارم این کارو شما پخش کن و منم همین کارو کردم هماهنگ همش دیگه. بعد اینکه پخش کردم بلافاصله یه ویدیو از بانو افراز پخش شده که پخش شده که آره این ویدیو نگاه کن این ماکته اون کاری که پخش شده کار اصلیه صدای من اینجا خیلی واضح تر از اونه. خب در حالی که همون موزیکو مثلا ما ماکتشو چند روز قبل فرستادم انساش و اون نسخه فینالشو همون شب فرستادم که تایید شد و قرار شد پخش کنیم. خب من موندم این با دست پس زدن و با پا پیش کشیدن و این دروی این دو نوعی کلا دلیلش چیه مثلا بیشتر به ذات برمیگرده ولی خب آره نمیخوام اینجا مطرح کنم دوباره. خب بچه های دیگه هم فکر میکنم با این اکیپ کلا مشکل دارم با گروه اکیپ داداش همین چجوری باید بگم افرا کمپانی مال ما بوده سیال رفته تأسیسش کرده و اینا با هم دیگه ریختن رو هم که سیالو مثلا از لیبل خودش که خودش ساخته رو بندازه بیرون که انداختنم بیرون. کی ضرر کرد؟ ضررش حالا از اون بگذاریم. سیال بدبخت اومد یه کمپانی تولید ویدئو واسه کل رپدری بسازه که یه آدمی اومد یه سرمایه رو گذاشت واسه یه چند تا بچه که مثلا سیالو دک کنن و دک هم کردن و بعدش شد افرا کمپانی و یه عده این بچه هم توش که بالا پایی میپرن و فکر میکنن خبریه. خب این از این بگذاریم از این و این اگه حرف من فقط خب بگین لعنت به تو که این همه حرفی یه جانبه میزنی. هستش کسایی مثل حسین 2093 که تا چند وقت پیش قشنگی های این بانو افراز تو دهنش بود میگفت آره اینجوریه اونجوریه با هم کار فلان در اونم مالی. خود سیال بدبخت چقدر این خود سیال با اومد پادرمیونی کرد که من با این بانو آشتی کنم و ببخشمش گفت گو خوردم اینا فلان باش گفتم باش و فردا نه پس فردای اون روز دوباره همین حرکت تکرار شد و در رفت. خب این اینا دلیلش چیه؟ حالا این از اون بعد یه چیزی هست یه همین پیج حمایتی رپدری هست که این بدبخت هم مثلا اومد پشت اینو گرفت و الان اونم به شدت ابراز ندامت و پشیمانی میکنه. چند تا یوتیوبر ایرانی فارسی زبان مثلا از خودمون آقا چه فرقی میکنه ایرانی افغانستانی آقا شما میخوای مثلا کپی رایت کن کارتو درست من ریاکشن میرم روش خب این ویوش میاد واسه تو خود نفهمت
چرا استراید میزنی یه نفر از نون خوردن میندازی؟ خب چه کار بدی در حق شما، چه بدی در حق من کردی الان؟ این انسانیت خداوکیلی این آدم بودن، این به قول خود برمیاد به همون قضیه ذات و این داستانا. این آهنگ رنده مخاطب داشت، مخاطبش داشت همین بانو بود و چند تا با هم نوع همین بانو. ایوه خیلی خوب. سیال الان کجاست؟ نزدیکای کلن. اگه قسمت بشه یه برنامه هم با سیال بگیریم برنامه. آره همین از راه دور کریسان بزنیم. خب حالا ببینیم چی میشه دیگه، خدا چی میخواد. آره. حرفی چیزی نمونده واسه این بخش؟ نه دیگه حرفا رو کلا زدم. ببخشید که این همه من اصلا روک میگم و هیچ پرده ای جلو حرفام نمیذارم. به نظر من این درستشه، نه اینکه مثلا بیای بگی که آره من اسم نمیبرم چند تا فلان فلان. من از این پنهانکاری خیلی بدم میاد. نه میدونی برمیگرده به ترس. میدونی تو اگه وقتی چونی داری حرف راست رو میزنی، میدونی که حق با توه، برمیداری میگی آقای فلانی تو با من فلان کارو کردی. میدونی چی میگم؟ بله. ما مثلا بهت حال دادیم، تو مالی در ما. این داستان سر اینه، اگه اونی که اسم نمیاره چون یه آتوی داره، آفرین، استرسشو داره که پردا داستان شو واسش. بگذاریم بچه ها این بخش اول بود، بریم واسه بخش دوم. اومدیم به بخش دوم برنامه، اومدیم که آهنگ گدسه از انایت، همون انایت یا انایت یا انایت اتقام. من اسمشو اول که گفتی به هم من خوندم انایت خوندم، بعدن گفتی انایت. در اصل انایت نوشته میشه ولی خب اسمش انایته. ولی جالبه انایت. آره، شب. آره، یک آره. اینجوری حساب میشه. بعد انایت این شب مثلا. آره انایت. اومدیم این آهنگو گوش بکنیم، بررسیش بکنیم، ببینیم چی بوده حرفاشون توی این آهنگ. گوتسه رو که همه میشناسن کی بوده، حالا تو یه بار به بچه ها بگو که داستانش چی بوده. گوتسه کسی بوده که ناسیونالیسم هندوستان بوده و مخالف حکومت طرز حکومتی گاندی بوده و بالاخره کار خودش هم میکنه، میاد 3 گلوله شلیک میکنه به قفسه سینه گاندی، اسمشو نبر هم قاتلشه دیگه، قاتل. خب حالا این اسم از کجا اومده؟ گاندی؟ چرا گاندی؟ چرا گوتسه؟ چرا گاندی؟ ها؟ خب چون که چرا گاندی؟ خب چون گاندی گوتسه. آره دیگه، چون که فلانی آهنگ داده به اسم گاندی. آره ما این گوتسه هم اومده که ترورش کنه. بریم توش بریم ببینیم چی میگه. هر جا که حالا مصطفی احساس کردی که توضیحی داره بگو، من حالا خودم هر جا رو متوجه نشم پاز میکنم که در دوسته جا شما خودم متوجه نمیشم، ولی خب بازم بریم. واقعا؟ آره چون خیلی فشرده چیده مانشه. آرتیست که انایت، میکس و مستر هم که عباس امای، بیت پرودیوسرش هم که یه کی بنده خدایی سیاوش نگه هم. کی هستی؟ یک کیه خدایی؟ خودتی بلا. موزیک پرودوسرش خود سیاوش، سیاوش نگهبان. بله ما که ندیدیم. نوکرتم یا علی، نوکرتم یا علی. بریم بریم آقا. یه من یک رنده از خود سرک، نخورد از جان چره، از وطن در مغز خود فروش های پاقیس از صدف پاریس. یه اینایت اینایتان دا بیت پاک مهمان هستم، بیار چای برمشم سوار سرت کرسه دری بانم برد لیول بالاتر از سیاه بچش در دوزی کدن فلوروین بچم بزنه خوره در جان ما گمش گو بانشه همی کارشه از گنگ و گنگستان آمشه فقط داری در کار جرسینه مفامی چی بو گوی گفت خلاصه مخصیم که گو جر هستی. جر همون چند پیش گفتم نوار قدیمی کاست میذاشیم اون میگن جر. جر هستی یعنی اینجوری مثلا. بعد من واقعا خیلی نمیفهمم، میگم مهمان هستم بیار چای بریم. از اول پلی کنیم تیکه تیکه بر واسط بگر. این ایتان دا بیت پاک مهمان هستم بیار چای بریم اشم سوار سرت کرسه دری بانم بر مهمان هستم بیار چای بریم میشم سوار سرت، یعنی سرت سوار میشه. مثلا بیا این بر بشین. تر سیاه بچش در دوزی کدن فلوروین بچم بزنه خودت برمش قیص از صد دف. یه اینایت اینایت آن دا بیت پاک مهمان هستم بیار چای برمش سوار سرت کرسه دری بانم برد لیول بالاتر سیاه بچش در دوزی کدن فلوروین بچم
لول بالاتر هستی، یه چیز بود لول، یه لول بالاتر، لولت بالا هست ولی خود توی دزدیدن فلورایم. بزنه خودت جان ما گمش کو بانش همی کارش از گنگ و گنگستا نامش فقط داری در کار جرسی نمیفهمی چی بگو گپ. میزنه خودش در جان ما، یعنی میاد یه دستی میزنه به ما مثلا همون جر قضیهشو گفتم. آره. خلاص مخصوم که گویی هبده 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 تکراری شده رفت بابا فایتر هر دقیقه میگه و کام مایه هبده هبده. اینو خشایارسار هم میگه کی؟ اسنوپ داگ توی یه ویدیوش چیزم ترپ خونه رو مسخره میکنه. هبده 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 دیدم. آره آره. موتر اجارایی دختر کابارایی ایدز نگیری در غربت آوارگی یادی بود بره تاقا گری یک از ذره مزدی که داری جایه آبچم تو بانی چایه نممانم برت خایه. واضح بود فکر کنم دیگه جانا. آره اینا رو فهمیدم. نداره گپ بر زدن هنوزم سگ نوبه وار میکنم مسر در صورت یک سرم یک گپ پوله خودت گفتی کدی زندگی را به کام تک جوره بیا از مرم به کودکامت فقط اگه ساکت خوبه. یه حیف لغت که کردم بس با سگ خورد توف سگ افغان راستی سلام بر سگ باز استم در سرک سرباز تو سختر مصطفی احوال چطور استی افراز سگ زرد برار شر. من شرمنده بابت همه اینایی که اسمش اومدن و بمار دادن این شرمندن دوست دخترم هستم. بریم برو برو با سگ خورد توف سگ افغان راستی سلام بر سگ باز استم در سرک سرباز تو سختر مصطفی احوال چطور استی افراز سگ زد برار شغال هیچ وقت نمیشی همکار حضور داری در سرکار همال یورو چند به افغان کفتا فیسکو چقه انداز هر ما چقه ما شده بد ماش اختار مزاد جنگ افغان اموال تمه کنو بر باد سر می برم کت تل الماسد مرم میگه سردار احترام به جای چش سر میزو مسکت پایزب تو نفری کام هیر خط غنی بو کو بازی بش رپ دری بازی چت نس فایش خانه دگاهیده گپ مره فامیدن یا رو سرک کنم خاک شیره لطف نگی ماره به نطف استی خاجه مگه خورده است چی خواهیه مگه برده است خوابه. وای پاره کننده بود خدایش. خیلی قویه. خیلی خیلی من گفتم که میترسم. خیلی قویه کارش. بعد صدای پاره باحالی داره میدونی چی میگم. خیلی جالبه صداش. حالا کارو بعدش رو میایم همینجا رکورد میکنیم که از نزدیک نشیم با هم. بریم ادامهش. بریم ادامه. فقط من که اینجا خیلی مثبت 18 میخواد بشه و اونایی که منفی 18 هم دیگه نهند باشه مثبت 18 خواهشن دیگه. بریم بریم. چطور هستی رئیس؟ آن خودشه خودشه نمانه ما وکر ما میگیم رئیس. قبل کار دادن خواهیم خوری سر نمیشی میری گله میکنی مادام مادام در فرانسه در زن شواردار میگه. بله میدونم تن خالی کو دلت دو زن اگه دلت دو زن باد میکنه و شکدار میشی بچت به پدر میشه. گپ که برای گفتن نداری تو را الا کدن کل جای بوی گرفت وقت الا تو را الا کدن کل جای بوی گرفت انگار گوزه مثلا. بابا بابام جان یکم رعایت کنی گناه داره. بریم بریم. شری چرا قافیه کم میاری ها چی گپ هست؟ یه شری جنگل ده آیه سلطنت نداره هر بار الماس کم یا بود بیت چه میکنه اینجا؟ ببین بیت چه میکنه اینجا؟ واقعا واقعا یعنی بیت سازش خیلی خیلی کلش خرابه. نکردم آقا. فیا کم میاری ها؟ چی گپ هست؟ یه شیر جنگل ده آیه سلطنت نداره هر بار الماس کم یا بود از زغال سنگ در صحرا گنگستر اصلی. اینجا رو من چند تا ریاکت دیده بودم روی گوتسه و همه اشتباه میگفتن همه اشتباه فقط یکی درست گفت. چرا یکی درست گفت؟ که ببینید الماس از زغال سنگ به وجود میاد. آره. تحت فشار شدید قرار میگیره تا میشه میگه بس برگردیم عقب. لدای سلطنت نداره هر بار الماس کمیاب بود از زغال سنگ الماس کمیاب بوده زغال سنگ در صحرا. یعنی کسی که مثلا واقعی هست از یه جایی مثلا بسیار ناجور و جایی که اصلا سختی آره به وجود اومده واقعا اونجوریه ولی خب برعکس داستانه ایشون. بریم. در صحرا گنگستر اصلی در سرکاس در جنگ ها یک سوال از کمپ افرا پوشتر نبوده اعضا میگه گنگستاز فقط صداز مدعی نمیشه الماس لفظ تا گایم سرباز شدی دستا پیش رفت فارس تو همو زره کم پلستی که از زادگی خودم تفتاد کل سر. حالا تا میشه میگه که شده 10 سال پیش رپ فارس و باید خودش به اینو واز کنه پنجراشو و اینکه
یه لحظه من ازا میگه گنگستاز فقط صداس مدعی نمیشه الماس لفظ تگایم سرباز شدی دستا پیش رفار تو همو زر تو همو زر کمپل هستی که از داداگی خودم تفت داد. یعنی میگه تو زیر پتو فکر کنم از یه ریاکتور را شنیدم که میگه توی آهنگش میگه زیر پتو رفتیم و فلان کردیم اینا، میگه تو همونی که رفتی زیر پتو و از دادنت هم اینجا میاد مثلا لاف میزنی. آه قضیه یارو بلند میشه زانوهاشو تمیز میکنه میگه عجب در حالی که زانوهاشو تمیز میکنه بلند میشه میگه بریم برو بریم یکم پلاستیک از دادگی خودم تفت داد کل سرگذشت کارید اکت خالیش نبان و بند نافی سنه سازی ناخ نکو یک بیت سرک بازدم و کل کارهای تشکافت از اودم و اولشم باخته بودی تخمت سرک کاشته بود هرز گشتی بچه باشتم موجه از اول اینجا جایت نبود قانون طبیعت متبره تروازه کمال یگام تر کار میکنم باشم فرازه ابراد مارکت فارسی پر از امثال ساسی مارکت ما عواشیست کت کسیرای افراز و جمال دور از جان فامیل رفقای هر جایی می چرا کم بازیست به ریشای بچه بازی میرن خارج همه شنگاندی فقط مره میکنه شاکی کت هر گپ میکنه شارتی ره دگم اگه پیره کار شاه نامش خی کیش و مات حکم دل توست و پیک مات که بره تو سرک سیخ داغ ارقای دکارت گاندی نگفتی من میگو ملال شیر مادر هیت کاراش بیف با ماست بیرخت فدایی در زیر خایاش جای داری بچم بایی دادی میگه اگه هیت کاراش اون بیت با ماست هیت کار هیت ترین کارش اونیه که با ما بیف داره مثلا پرچمش هم فداییه خودش هم زیر قشنگیای فداییه اینجاش نفهمیدم بذار برگردیم ملال شیر مادر هیت کاراش بیف با ماست بیرخت فدایی در زیر خایاش جای داری بچم بایی دادی بچم افتخارش سر هیت کاراش بیف با ماست بیرخت فدایی در زیر خایاش جای داری بچم بایی دادی منظورش اون فدایی آره. خب یعنی میگه که پرچمت تو اون بنده خدا برده بالا و خودت هم زیر قشنگیاش جا داری ادامهشو بریم لگ یک فیت سالهاست ده تو کد ملال چیر مادر هیت کاراش بیف با ماست بیرخت فدایی ده زیر خایاش جای داری بچم بایی دادی بچم افتخارش سر اگ یک فیت سالهاست ده تو کد اکسکار نمه تاینایت بر داده یک گیس خاردار چیا پسی انگا به خلوتی های شب میری ویدیو آقا چی از دردان تا چی سرکی هایی که گرفتی گنگ پرنستار که باشی میگه در خلوتی های شب میرو ویدیو میگیری که سرکیان نیان بالا سرت میلیونی مشی تو حتی در کار دروغ هم یاد نداری بخی مسخره مردم شدی نفهمی چیه هستی لیکن شاجور خالی باید ای دیس یک کادو از طرف شخص ما و مناسبت کریسمس هست قطقنی بخوام باز باز نمیزه و گنگ و کالایت نفریم گنگ تا باردار میکنه حالا پاسگاز ممی هستم پر تانگ را پدری مره خوش داشت مدمی دقیق کش تار مذب و این گپ خورد سال تا خرین گپ چسنانه بخریمت و کل گفتار ته تو خونه فریسی خودت پدر نمیشی همی گپ نه سلطان در این رفت خوب بان در رسمیت گفتار فاز شریعت استاد داری تا زیر قرصاست برو خ... تا اینجا شو هر چی گفت حالا از اینجا بعد واژارایی رو فقط ببین خدا شاهد این پرام ریخت من تا همینجا واقعا از استایل اجرا کردنش پرام ریخته چیزی نمونده خیلی خب دیگه بعد خودم بزن یعنی خدا شاهد من اینو این بشر رو اگه مثلا باش آشنا نمی‌شدم و نمی‌آوردمش تو سرک و از قالب سرک کاراش پخش نمی‌شد من ظلم کرده بودم به رپ دری خیلی کارش درست وجدانم راحت شد الان وجدان جاش راحت شد خوش باش شاعر خونه شیشک شعار شما شیر است اشکای شار شیون شو شناسیتان چیق است شرایتان شوربای شور است شعر من شعله یک شیو است شوی چشم پیشم شورت دشوه ور شیرینک شو پرک شو اصلی شهد من به چه شیرین است میزنی در قب شکر قربانت لب شکر حالا ملت یک چیزی میخواستم بگم یه زایی لحظه کلن واژارایی با شه داشت آره اینجا شه واژارایی بود واژارایی شه خدمت ریاکتورهای عزیز کلاس های آموزشی ما همیشه این ساعت تو روز نه خدای جدی میگم خب وقتی که شما کار رو یه جایی استوب میکنید حداقل 5-10 ثانیه برگردید عقب که من خودم شاهد بودم بارها چند تا پانچ لاینم شهید شده چند تا ایهامم شهید شده چند تا قافیم شهید شده که اصلا ببین کل محوریت کار رو همون چیزی بوده که شهید شده پس چی هر جای استوب میکنی پاز میکنی که بالاخره این موزیک 6-7 دقیقه است خیلی باید پاز میشه و موزیکایی که حالا 2-3 دقیقه هستن اونا باید پاز بشن و وقتی پاز میکنی 10 ثانیه 5 ثانیه از قبل در بزنیم هیچ زمینی به آسمون نمیره و هیچ آسمونی به زمین نمیاد بریم قندولک تو خو ینگ
شاپرکشو اصلی شهد من به چشیرین است میزنی ده قرب چکر قربانت لب شکر قندولک تو خوینگه ماسیه قنش و لنده غربت چیت میکنی افتخار رخ میکنی پیسه خفن باشی ینگه رخ میکنی به فرهنگی تبس از کرفر استفراغ رخ میکنی به مردم انتحار یا به گشنه های ایران به چشمهای مادر گریان یا به فقر و فساد و طالب عیان سیده ایران وضعیت تمی از چرا ضعیف از ای قبیله دی زمینه ای دلیل است که تو را داره دری را پیسه دار یک عالم از اینه وقت داره ندید است نداره چیز جدیدم مغز و بدن شقیم است برای پیشرفت خود دعیر از زن لوچه کده وسیله با بچم جمعیت چشمایشان به همی کمین است پرنسار رپ دری میگه کده بر رپ دری خوش داری بیا با تو بتم از سنی من لس بزن لس بزن پوزیشن بادش سر در زمین نکو بچش عیب است رپ دری ده بین است کری خود به یک پیسه و پیسه هر چقدر کار تایت از کل تا اینجاش از واژه‌های شه چقدر گذشت مثلا کلا واژه‌ای رو فراموش کردیم و ورس تو توجه ما رو به خودش جلب کرد الان دوباره یه واژه‌ای بمب‌تر از اون دیگه دوباره شروع میشه الان ببین تام برام یک پایپر بزن لایتر گنده گوی گله یپت گاندی مگابی یل گارسی گا تو گند و گو ما رو سرک تو هم گوه گاریم آدم گشنه گدازه هایم گرونه تا گایید گاز به ته گذر کو از گذرگاه گذرامه کافیز نگدای گذشت اگر رومه ها شد از گفتار شالی گاندی گونی در جانش در سر تو گونی تاریک در صندوق گرگ گلگ عوض را گومش و گرازان باشی گرداب و گرد بادم گر میکنه یک گردانه گلنگدن کسته مرمی سر تو گستاخ و گله ناشی گومش کو گرد کدوم لکن چه گشتی داری گم اولم گسترده است من گد ستوم گاندی گشت تیز کو گست من در گردنت من گردن من دار از توم گپ دگاه از گاهن خود سرگذشت گنگ گشادت گلادیاتور رپ فارسی بخیر باشی گاندی بخیر باشی واقعا عرق کردم یعنی تو این هوای سخت عرق کردم انرژی داشت بگو مستم بگو من هشمام ریخته چیزی ندارم بگم چیزی واسه گفتن موند به نظرت نه دیگه واقعا گفتن یا رو گفت از یه ترک دیس همچین انتظار میرفت یعنی انتظارها شاید مثلا خیلی کمتر از این حدی که این کار بوده ولی ولی خدا شاهده اینه که میگن دیس به این باید بگی نه این که به یه دیس هایی که اونا بشخاب هم نیستن آره نلبکی بگذاریم خب دمش گرم عنایت از آرتیست های خوب رپ دری و ایران بگم راجع به عنایت که عنایت قبلا به صورت حرفه‌ای رپ کار میکرده فقط رپ دری نبوده زیر مجموعه رپ فارسی کار میکرده و یه دفعه مثلا آشنا شده با ما تغییر جهت داده و در مثلا اومد ما پیام داد ما با کمال افتخار و با کمال میل واقعا بله. من نمیدونستم با فارسی کار میکرد رپ فارسی آره آره. خب چند تا کارم داره بعد با سرویس یک رکورد و تیم رضا پیشرو و تیم یکی با سانبوی و اینا زده بند داشته حالا نمیدونم دقیق تر چه حدی ولی خب تا جایی که من شنیدم دورا دور با اینا هم رفت آمد داشته بود تو تیمشون بود حتی یه دونه تیشرت سرویس یک رکورد هم هست تنش ولی خب میگه که اینو فقط مثلا مال همون لحظه که خود حتی میگه خود رضا پیشرو مثلا در آورد این تیشرت رو بد بهش و کار نمیکنه درسته خدایی آره آیندهش روشن اگه تو مسیر درستی قدم برداره میدونی چی میگم داداش این همسن منه فکر نکنم دیگه بخواد گام اشتباهی برداره آره سن و سالی هم پخته و مثلا فکر نکنم دیگه خامی تو وجودش مونده باشه بازم انسان و جایز الخطا واجب شد ببینیمش حتما میارم ببینیش داداش خب بچه ها اینم این بخشمون بود بخش بعدی سورپرایز حتما ببینید بریم بیای در گاهی سکار کدن حتی همون نفر را که استعداد دارن خیلی ها شاید اشتبار کدن گلو بار کدن رفتم بر اجتماعی کرم نبود در گاهی سکار کدن حتی همون نفر را که استعداد دارن خیلی ها شاید اشتبار کدن گلو بار کدن رفتم بر اجتماعی کرم بگو چی شده که یاد ما کدی بهش رفتی داشتی یا که ناقی ما تلی همه که تو رفتی بچش کار ما چلید تو دا چرت خودت باش ما که ما کمیم ای تقریبا یک ایش سال پیش تو سال میشو دل خودت در رب باخته می تو شلب بودیم فقط بگوی طلب داشتیم اتا جان خود ما در خرج ماندیم تا چی زبان میفهمی که دم و زبان بگیم تا چی زمان میتونی تو قایدر ماشی گلیم چکتی زبانم دیدی که در کلماتم فولیم هم زمان در لندن و پاریس و تهران و کابولیم نیست ما را نه ترس و نه پای گرس اگر می بود دالی کل چیزم در جای خودش تو خود تا دیروز در نظر من یکی دیگه بودیم هم میفهم
تمام چیزا که مگه گپای تو نیست، مگری باز گوشه ایسو میدانم تا بفامی من به خاطر تو میخانم، اگرم باز خواست و باز داشتم هم کدم تو بارو نکو ما تلومت تنا به خاطر تو میمانم. تو کی وانمودی بیادری داری بیاده میدانم، بزن اگه یک دانه گپی من تو ناقی میدانی، تو تا کی میتانی کار من خراب کردم میری بیادری جانم. نه روزی بعدم اگه بیادری داشت تو بیادری بری در کنه بیاده بیماف، انمی تو بوده تا کی بوده بابه موسونا رنگ بندی ایسو سیاسفی داشت، از رگه گبای ما دل تو را بد کده بسورم بودم بدان که دل پورا بد رقم، بیت جای خالی نداره لسته ما پورا نسبت خود زود کده میس باد کو، اگر نکی خواب نشانت بتون خسلت گله. خب بچه ها رسیدیم به بخش آخر برنامه، من دو تا سوال دیگه از مصطفی دارم، اونا رو هم بپرسم و دیگه سرتون رو درد نیارم. مصطفی جان، جانم بله، خودت تو لایق لقب شاه رپ دری میدونی؟ این لقب رو میدونی که مخاطبا بهت دادن؟ بله بله، لطف دارن و لقب کلا لقب گذاشتن از طرف مخاطبا میتونه هر چیزی باشه و قابل احترامه، من به دیده منت قبول میکنم، ولی در کل اینه که اول یه اریکه قدرت یا یه مثلا تخت یه جایگاهی واسه شاهی یا پادشاهی باشه که شاهش باشه، نه اینکه شما مثلا 4 تا لاستیک پراید بگیر بعد کم کم اتاقشو بسازید. میگم اول بذاریم این رپ دری یکم جون بگیره، یکم یه جایی ثبت بشه لااقل، بعدش به فکر مثلا پست و مقام و لقب میکنیم. و اینکه سوال بعدیم اینه، در واقع سوال نیست، میدونی میخوام بپرسم ازت کی خودتو بازنشسته میکنی، یعنی کی میبینی که میگی که خب دیگه من کار خودمو کردم توی رپ دری، به اون چیزی هم که میخواستم رسیدم، خب بس دیگه الان نوبت بقیه است ببینم اونا چی کار میکنه. مسلماً یه چیزی بهت بگم که خودت شاید جوابشو بدونی اصلا قبل اینکه من بگم، فقط لحظه ای که برم زیر خاک، صدا که تا زمانی مثلا آدم به کهولت سن میخوره که صداش قطع نمیشه، درست، یا ذهنش که اونقدرم خرفت نمیشه آدم که من تا جایی که مثلا زندم تا آخر نفسم پای رپ هستم و هیچ وقت هم عقب نمیکشه. این برمیگرده به عشقش، منش میگم عشقش به این موسیقی حرفه. حرف آخری نداری واسه مخاطبات؟ به مخاطبان فقط یه خواهشی میکنم ازشون، یه درخواست ازشون دارم، این که وقتی مثلا اینو یه جا دیگه هم گفتم، وقتی مثلا میگن فلانی پسرت مرد تو فوری خودتو از سر ساختمون نندازی پایین بگی چون پسر، بعد میرسی طبقه اول میبینی که اصلا ازدواج نکردی. این که مثلا یه چیزی میشنوین از خود من، وقتی میشنوین مثلا اونو سعی کنید باور کنید، نه چیزی که در راجع به من میشنوین. و این که سیاوش جان من الان شما عنایت رو نمیشناسی، من میام بیخ گوشت انقدر از اون بد میگم واسه تو، تو ذهن تو یه هیولا میسازم، شما بخوای نخوای نسبت به اون یه حس بدی داری و من درک میکنم این حسی که تو همه انسان ها هست و شاید خیلی ازم بعدش میاد. همین الان دایرکت هم رو چک کردم، یه نفر اومد و فوش خواهر و مادر و زن و بچه رو ناموس کشته بود. خب این دو حالت داره، یا این آدم اصلا خودش اینایی که به من گفته بود نداره، یا اینکه کلا همین گزینه ای که گفتم واسه تو در گوشت مثلا از عنایت بد میگم، از من بد گفتن، اگه من مثلا منو میخوای بفهمی با خودم بیا حرف بزن، من اونقدی هم آدم شخصم مرد شخصم که جوابتو بدم و مثل خیلی ها فقط دنبال پول نیستم از این رابطه. من آلبومامو که واسه فروش گذاشتم مبلغ عد نصاب مثلا تعیین نکرده بودم، هر کیم پیام داده بود یه مبلغ گذاشته بودم روی کپشن که به خاطر مثلا چیز نشه زیاد تعادلش از دستمون نره، هر کی میگم کارو بخره، من گفتم داداش هر چقدر که داری و میدونی که فردا لنگش نمیشی و رضایت کاملت پشت این مبلغ هست و بزن، مثلا نمیخواد مثلا شما این مبلغی که اینجا تعیین کردم رو بزنی، جوری که انسانیت، بارها گفتم اولین اولویت انسانیت انسان بودنه و خواهش میکنم این اسمو بیشتر از این زیر سوال نبرید، من نوکر همتون هستم. خیلی عالی، خلاصه حرفش این بود که آقا دهنبین نباشید طرفو، تا وقتی که خودتون حرفاشو نشنیدید قضاوت نکنید، قضاوت کردن کلا کار درستی مگه خدایی درست. آقا بچه دمتون گرم که تا اینجا ویدیو رو نگاه کردید، مرسی که هستید و من از طرف حالا خودم و مصطفی ازتون تشکر میکنم به خاطر تمام حمایتتون و اینکه همون که ایشون گفت، آره، و اینکه مراقب خودتون و مهربونیتون باشید و تا ویدیو بعدی شما رو به خدای بزرگ میفتارم. فعلا خدا نگهدار.